امسال شایع و اکثرا شایع شده برای این سرماخوردگی یکی از گیاهانی است که خداوند خلق کرده و یک معجزه است، سیره، گارلیک. سیرو اگر بتونید همه شماها استفاده کنید به هیچ عنوان سرما نمیخورید. سیر 70 خاصیت داره. افلاطون به سیر میگه خدا. نحوه استفادهش هم من در اروپا اکثر تلویزیون‌ها دعوت کردم، رفتم برای مردم تنش صحبت کردم که چطور سیر بخونن بو نده و مردم از بوش یه مقدار ناراحتن، لا علاقمندن که سیر رو استفاده بکنن. بله عرضم بودم که خیلی راحته، خیلی راحت، هیچ مشکلی نداره. و اگر حتی برای امراض قلبی، سکته، عرض کردم 70 خواص داره و بلخص برای سرماخوردگی، من تا به حال خوشبختانه خداوند شکر تا به حال سرما نخوردم و اکثرم در زمان هوا هم سرده با لباس خیلی نازک با پشمین ها میرم تو خیابون، هیچ مشکلی نداره، به تنی که بدن انسانو مقاوم میکنه. حالا امکان داره سوال پیش بیاد برای دوستان، خب ما چطور بخوریم بو نده؟ این خیلی مهمه. به اندازه بند اول شست هر انسان، ظرفیت معده هر ما به اندازه بند اول شست میگیرید، کامل برش میدید، ریز ریز میکنید، میگن نگینی، تو قاشق غذاخوری رو زبان میریزید، با دو لیوان آب برد میدید. اگر یک لیوان بخورید امکان داره دهنتون یک کم بوسید، دو لیوان بخورید اصلا دهنتون بوسید نمیده، به محل کارتون هم برید به هیچ عنوان مشکل از نظر بو نخواهید داشت. خودتون رو بیمه کردید، جلوگیری از سرماخوردی کردید، آنفولانزا و هیچ ویروسی. وقتی شما سیرو بخورید تمام عفونت های بدنتون از بین میره. بالاخص برای خانم ها خیلی خوبه که اینها رو همشون امکان داره عفونت بگیره، مشکل ایجاد بشه. ولی اگر سیرو دائم بخورن چی نداره. کسی که تازه شروع میکنه برای مدت 2 ماه صبح، ظهر، شب، ناشتا، 2 ماه دوم صبح و شب، 2 ماه سوم هر روز صبح ناشتا. من الان نزدیک بیش از 60 سال خودم میخورم، حتی مسافرت هم که برم توی ساکم دارم استفاده میکنم. الحمدلله رب العالمین هیچ گونه امراضی، هیچ گونه ناراحتی در این سن ندارم. یک نقطه بزنیم آقای دکتر، یه رفت و برگشت داشته باشیم راجع به سیر، بیشتر باید با هم دیگه صحبت بکنیم. این که حالا الان شما اشاره کردید به این فرم خوردن سیر، ببینیم سیر تازه، سیر خشک. سیر خشک، سیر خشک. حتما هم شکر تو کنم تا سیر همدان. چرا؟ من همایشی گذاشتم در هتل شراکتون آلمان و 23 کشور دنیا دعوت کردم، نمونه سیر رو آوردم. تمام من از ایران از 8 نقطه سیر بردم. تمام سیر رو دارید دانشگاه کرن آلمان آنالیز کرد. در این اسیدی که در داخل این سیر هست به اسم اسید دالیل، سیر همدان درآمد 86%، سیر شمال 11%، سیر چین 23%، سیر ایتالیا 31%. بزرگترین درصد این اسید و سیر همدان داره که میتونه اثر بشه. بله. برای عفونت ها تمام کسایی که در تو بدنشون عفونت داره، بهترین دارو که بتونه تمام عفونت ها رو از بین ببره سیر هستش. برای رشد مو، برای رشد مو خواص خیلی زیادی داره. عرض کردم 75 خواص داره. این راجع به سیر خلاصه. حالا در برنامه‌های بعدی میتونیم بیشتر توضیحات بیشتری بدیم. برگردیم به چیزی که مشکلاتی که الان اخیراً در اثر این فضای آلوده مردم دارن و مشکلات ریوی و ششون ایجاد میشه و هست مشکل دارن و عجیبم برای صفحه های خیلی سختی میزنن، خیلی راحته و همه چی در اختیار هست. یک دونه گل چی پرتقال شیرین یارن به اندازه 1 سانت سر این پرتقال میبرن، اون وسط اون رگ سفیدی که وسط پرتقال هست اونو در میارن بیرون، یک قاشق مرباخوری نمک میریزن داخل این پرتقال، در پرتقال میبندن، توی ظرف فلزی کوچیک این پرتقال میذارن، این پرتقال میذارن یا توی فر یا توی یک قابلمه مثل بخار. با پوست یا بی پوست؟ با پوست. با پوست که درش گذاشتن تو ظرف فلزی، ظرف فلزی توی یک قابلمه میذارن، تای قابلمه 1 سانتی یا 2 سانتی آب میریزن، این میجوشه. به مدت 25 دقیقه که جوشید
در قابلمه برمیدن، اون پرتقال میاره با قاشق میتراشه، مغزشو کامل میخوره، سخت ترین سرفه از بین میبره دیگه. نیاز به هیچ گونه داروهای شیمیایی نداره، کامل ریه رو پاک میکنه و مشکلاتشون برطرف میشه. خب دیگه چی باید بکنیم؟ عرضم به حضورتون که یکی باز خواص دیگه که ما هیچ کدوم زیاد بهش اهمیت نمیدیم این است که کسایی که میکرن دارن، حتی من میکرن 25 ساله رو با این مسئله، یا سینوزیت دارن یا در سر سرما میخوره، سریع تمام این قسمت بالای پیشانیش درد میگیره. خیلی راحته، یک دونه پیاز به اندازه لیمو سنگی چهار قارش میکنه با پوست، چهار قارش میکنن، یه دستمال کاغذی جلو دستش میذاره، یک کیسه پلاستیک هم جلوش. موقعی که این چهار قارش کرد، دو قارش جلو سوراخ بینی میگیرن، مکش میکنه، اینقدر مکش میکنه که این بالای ابرو و این سیاه بالای سینوزیت سوزش میکنه، اجازه بدید سوزش کنه، اشک میاد، این اشک میکروبه دیگه، اشک نیست، اینو دائم باید با این دستمال کاغذی پاک کنه، تو این پلاستیک بریزه. اگر یک قطره، تاکید میکنم باز تاکید، اگر یک قطره از این اشک بره تو دهن، مسموم شدید. دقت کنید، به هیچ ما مواظب باشید، تمام میکروب ها داره خارج میشه. باز اونور پیازو، اون دو قد پیازی که مکش کردید توی پلاستیک میاندازید، درش میبندید. دو قد دیگرم بستگی به مقدار اون مشکل سینوزیتشون یا مشکل میکرن سرشون هست چقدر. هرچی بیش زمان بیشتری که میکرن داشتن، سردرد داشتن، تعداد بیشتری در هفته یک روز در میان، هر روز نه، یک روز در میان، به مدت یک هفته تا دو هفته این کار بکنم، به طور کلی سینود از بین میره، میکرن از بین میره، دیگه چی نداره، نیاز هم نداره از این قرصا و داروهای شیمیایی استفاده بکنن که مضرات و اثرات خیلی زیادی براشون خواهد داشت. خب نکته دیگر یا آیتم دیگری که باید بدونید؟ آیتم دیگر که این که یک فرق میدونید که متاسفانه استکبار داره فرهنگ ما رو به هم میزنه. به همه تون توصیه میکنم دقت کنید، شب نشینید تا ساعت 12-1-2 بشینید، 30 سال از عمرتون رو کم کردید. تمام امراض از سنتون بشه 41 روز تمام امراض شروع میکنه میاد رون. چرا؟ چون بدن شما سرویس نشده، تعمیر نشده، رینیو نشده. ما قانون این معجزه الهی است، شما باید ساعت 9:30 بخوابید، 10 شب که خوابید برد، تمام سیستم بدن، اعضای بدن شروع میشه تایم داره، مغز، قلب، چشم، تحال، لوزالمعده، کبد، کیسه صفرا، تمام اینا تایم داره، 8 دقیقه، 10 دقیقه، 12 دقیقه، مال قلب 23 دقیقه است، مغز 38 دقیقه است، اینها براتون اتفاق افتاده، یکی از بستگان تو خوابیده میخواین بیدارش کنید، حتی با لگد هم میزنی بیدار نمیشه، دست خودش نیست، از قلبش ساکت آرام مونده، داره بدنش سرویس میشه، ماشین رو سرویس نکن را نمیره، بدنم باید شب به شب سرویس شه، آماده میشه بری فردا. شما ساعت 9:30 10 بخواب، ساعت 4 بلند شید، 4 که بلند شدید فرش آماده، ولی 12-1 بخواب، 12 ظهر فردا بلند شو، خسته کوفته چی نیست، نذاشتید بدن سرویس شه، اجازه بدید بدن ساخته بشه. چرا قدیمیا عمر میکردن؟ خدا هم واتون رحمت کنه، پدر من 132 سال الحمدلله عمر کرد، چیز چی هم نبود. چرا؟ شبا تا ساعت 9 میشد میرفت تو خواب. قدیمی ها همه سری میخوابیدن، صبح زود بلند شدن برین نماز، بعد از نماز هم نمیگرفتن بخوابن، به کاراشون میرسن. من به اکثر محصلا میگم آقا کار میخوان شب بکنید، بیدارید صبح بکنید، ساعت 4 صبح بلند شید، درستتو بخون، خیلی فرش آمده یاد میگیرید. دوستان در رابطه کبد چرب هم میگن اگه نکته به نظرتون برسه یک دقیقه بیشتر زمان نداریم. بله، کبد چرب متاسفانه ما اینها میگن که قلب رئیس بدنه، ولی طب سنتی میگه نه، کبد رئیس بدنه، کبد پلیس چهار راهه. این چهار راه لوزالمعده، کلیه، کیسه صفرا و تحال، پلیس چهار راه کنترلش میکنه. چیه تحاله؟ اگر پلیس ناراحت بشه، مریض بشه، امروز نیاد، این چهار تا واسون خرابه. اگر نه یکی از اینها خراب شه، اثر رو کبد میذاره. کبد رو سعی کنید که به هیچ عنوان سعی کنید ترشی نخورید، ترشی ضرر داره برای کبد. سعی کنید سردی نخورید،
سردی ها عامل تمام امراضه. کبد رو میتونید خیلی راحت آب سرد نخورید، آب ولرم استفاده کنید. چربی، چربی هایی که الان به وجود داره استفاده نکنید. خیلی راحته. روغن پیدا نکردید، روغن خوب پیدا نکردید، دنبه قدیم چیکار میکردن؟ منتها چطور درست کنید؟ دنبه رو چرخ کنید، بنزید 2 کیلو دنبه تو قابلمه بریزید، 2 کیلو هم پیاز توش بریزید. این مهمه که این پیازی که ریختید و که داره میپزه، این پیاز کلسترول و تریگلیسیدی که در داخل روغن هست به خودش جذب میکنه. بعد شما پیاز بعد از که آب شد درارید، صاف کنید. صاف کردید، روغن که سر شد 1 لیوان هم توش گلاب بریزید، گلاب اصل بریزید، به هم بزنید، استفاده کنید. نه تریگلیسید داره، نه کلسترول داره، هیچی، هیچ گونه ضرر هم برای کبد نداره. متشکرم آقای دکتر. ممنونم، خیلی گذرا با هم صحبت کردیم راجع به موضوعات مختلف، ولی ممنونم، تازه هایی بود که برای از زبان شما شنیدیم. امیدوارم که دیدار دیگه هم با هم داشته باشیم. امیدوارم. خیلی متشکرم. تشکر میکنم، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو گرفتیم و اومدیم تو منزل، وقت شما رو گرفتیم.